سلام و وقت بخیر به این مجمع خبری من جاوید نیمی شما را خوش آمدید میگویم دکتران در پشاور پاکستان به خاطر قتل های هدفمند و اختطاف کارمندان مسلکی صحی اقدام به تظاهرات کردند آنها با سردادن شعارها از حکومت خواستند تا امنیت بیشتر دکتران را تامین کند این دکتران میگویند ده ها تن از همکارانشان در جریان ماه گذشته از سوی گروه های جنایتکار و افراطی ها کشته و یا اختطاف شده و شمار دیگر تا هنوز در گروگان به سر می برند. اعتراض کننده های ضد حکومتی در کیف پایتخت اوکراین و وزارت غذا و زراعت این کشور را ترک کردند. این اقدام پس از بروز یک مشکل میان دو گروه از تظاهر کننده ها صورت گرفت. نماینده های اعتراض کننده ها در چهارراه آزادی شهر کیف از گروه موسوم به اسپیلنا اسپراوا خواستند تا ساختمان وزارت زراعت اوکراین را پنج روز پس از اشغال ترک کند بر اساس گزارش ها صدها تن از فعالان در بیرون این ساختمان دست به اعتراض زدند در قزاقستان حدود 200 تن از محصلین پوانتون ملی و تکنیکی زراعت آن کشور از سخنرانی اخیر رئیس جمهور نورسلطان نظربایف استقبال و حمایت کردند. آنها یک نمایش را هم در شهر آستانه برگزار کردند. حالا در قزاقستان تنظیم برای استقبال سخنرانی های نظربایف از سوی مقامات و محسلین به یک رسم و عرف مبدل شدند. نورسلطان نظربایوف از حدود 25 سال به این سو رهبر قزاقستان بوده است. و صدها تن از کارمندان مکاتب در گرجستان در برابر ساختمان وزارت معارف آن کشور اقدام به تظاهرات کرده و خانه پرداخت معاشایشان شدند این کارمندان که شمار زیادشان جوانان هستند میگویند پس از بخش آوازه ها که گویا دولت میخواد مقام و کارهای آنها را به حالت تعلیق درآورد معاش برای آنها پرداختن نشده است در این میان تمرسان کدزی وزیر معارف گرجستان با شما را از تظاهرکننده کننده ها دیدار کرده و گفته است ماش این افراد از بودجه میلیون کشور پرداخته خواهد شد بیننده عزیز این بود برخی تحولات خبری از منطقه و جهان بیشتر در صفحه اینترنتی ما دیده خوانده و شنیده میتونین آدرس ماست آزادی رادیو سپاس که در این مجموعه خبری ما را همراهی کردین تا دیدار بعد وقت اریکتان خوش خدا نگهدار رادیو آزادی